با سلام و درود خدمت هممیهنان گرامی، زنان و مردان ایران زمین، دختران و پسران کوشنده به جان، جوانان دلیر ایران که در زندانها، میدانها، خیابانها، همه ستمدیدگان دادخواه ایران زمین که در شرایط امروز به طرف یک پیمان نوین و یک اتحاد سراسری حرکت می کنند تا این رژیم پلید رو شرش رو نه از سر ایران که از سر جهان کم بکنند. با درود ویژه به طبقه کارگر ایران، به همه کارگران و مزدبگیران، فرودستان ایران زمین که با درک والای خودشون، هرچند که شرایط سخت زندگی که رژیم اسلامی برای اونها پدید آورده، دست از مبارزه و کوشش بر نمی دارند و کماکان با تلاشهایی که می کنند در سراسر ایران رژیم اسلامی رو با بحران هویت و با بحران اجتماعی و سیاسی و اقتصادی روبرو کردند. رژیم اسلامی که خودش بحرانزا بوده و در تمام این سالها به طریق تغذیه کردن از بحرانها ادامه داده حیات ننگین خودش رو و نه تنها بر کشور ما ظلم روا کرده، بر تمام خاورمیانه و به نوعی به اروپا و حتی آمریکا هم دامنه این ستمکاریهاش با حمایتهایی که از سوی گوادالوپیستا داشته ادامه داده. کما اینکه حتی ما میبینیم امروز این رژیم که در بدترین شرایط اقتصادی خودش قرار گرفته و با تحریم هایی که بر علیه سپاه پاسداران و تمام شبکه ها و اعوان و انصارش و همچنین بیت رهبری و خامنه ای و دم و دستگاه گسترده ای که داره در سراسر ایران و جهان، امکانات اقتصادی دفاتری که چند کاره هستند و به نام افراد مختلفی که خیلی هاشون حتی به ظاهر میاد ربطی به جمهوری اسلامی ندارن، اما با معرفی آدم‌های با شعور و دلسوز برای ایران و جهان، دست اونها که در پولشویی، دخالت در امور کشورهای دیگر، تهیه امکانات نظامی برای اینکه هرچه زودتر این رژیم به کلاهک‌های هسته‌ای دست پیدا بکنه و گسترش امکانات پرتابه‌ای برای موشک‌هایی که حتی بتونه به قلب اروپا و دورتر رو مورد حمله اتمی حتی قرار بدن و یک تهدید نظامی رو برای امنیت حکومت خودشون درست کنند بر علیه امنیت مردم ایران و جهان. این است که مبارزاتی که امروز مردم ایران، طبقه کارگر ایران، فرودستان ایران، زحمتکشان ایران، جوانانی که تحصیل کردند و بیکار، ما بسیاری از اخباری که در اطلاع داریم میبینیم در دستمون میرسه، دانشجویانی که بالاتر از فوق لیسانس مجبور شدن درسشون رو رها بکنند، حتی کسانی که در یک رشته دکترا دارند، فوق لیسانس گرفتن، لیسانس به بالا هستند، در بین کولبرهای کردستان، در بین سوختبرهای بلوچستان، در بین کارگران ملوان و ناوی خوزستانی و بندرعباسی و بوشهری و چابهاری به باربری، بارکشی و انتقال کالا بین ایران و کشورهای خلیج و حتی تا دوردستر برای ماهیگیری برخی که میرن با لنجهای خودشون توی اقیانوس آرام و بعد حتی نزدیک به آفریقا، اینها گرفتار مثلا این آدمهای بگیم دزد دریایی، نمیدونیم گروههای قاچاق آدم، آدم ربایی سومالیایی و یا کشورهای دیگه میشن که پشت صحنه اونها هم که باز ناامن نیست، به نوعی ردپاهایی از سپاه قدس و سپاه پاسداران و پولهایی که پخش کردند و اینکه ناامنی رو در تمام دنیا گسترش بدن دیده میشه و این جوانان، این افراد تحصیل کرده، هزینه هایی رو باید بپردازن که رژیم اسلامی اونها رو ایجاد کرده.
وقتی به اخبار نگاه میکنیم و روند هفتگی این شرایط رو مورد نظر قرار میدیم، میبینیم دامنه فعالیت‌های رژیم اسلامی وقتی که در بیرون به تدریج محدود شد بعد از اینکه اون قاسم سلیمانی رو کتلتش کردند و عملاً با نرسیدن پول‌های زیاد دست و پای این رژیم قطع شده و دیگه نمیتونه مثل سابق در همه جا جنجال آفرینی و بحران آفرینی بکنه و نیروهای تروریستی سپاه قدس اون زینبیون و نمیدونم فاطمیون و اشهد و شعبی که حالا به پرانتز دوستان جوانم اونها رو اشهد و وحشی میخواندند، همه اونها دست و پاشون داره قطع میشه، هم توی افغانستان، در پاکستان، در سوریه به خصوص، در لبنان، عراق، و میبینیم که دولتی که در عراق به هر حال روی کار آمده فشار زیادی رو داره میاره روی گروه‌های وابسته به رژیم اسلامی. و از سوی دیگر در سوریه ما میبینیم بعد از کشته شدن درست قاسم سلیمانی، قاسم کتلت، عملا نسبتاً آرامشی برقرار شده و اون بمب‌گذاری‌ها، اون حملات، اون موشک پرانی‌ها، اون جنایات هم متوقف شده و سوریه هم شاید که برای خودش داره یک نسخ و یک قانونی میگیره. نسخ بعضیا میگن. و همزمان با همه اینها ما میبینیم رژیم که دستش از همه جا کوتاه شده، عوامل احمقی مثل احمدی نژاد رو فرستاده به صفحه اول فضای اینترنتی که برای همه مردم ایران سانسور هست، ولی برای مقامات رژیم مثل احمقی نژادها باز هست که پیام بدهد به خانم آنجلینا جولی که بیایید با هم دیگر نسبت به مسائل جهان همکاری کنیم برای جلوگیری از فقر و نمیدونم مسائل بهداشتی و درمانی. و یعنی حرفایی که میزنه این آدم چون میزنه اون حرفا چرنده. و در داخل ایران میبینیم که فقر، وفاقه، گرفتاری، اینکه فرزندان ایران زمین، فرزندان به خصوص طبقه کارگر در محلات کارگر نشین، حاشیه نشین، فرودستان مجبور است سر ببرن به درون سطلای زباله برای پیدا کردن شاید یک چیزی که مواد غذایی باشه، تهمانده‌ای باشه از غذای دیگران، بتونن شکم خودشون یا بچه هاشون رو سیر کنن و حتی بچه های کوچکی که تبدیل شدن به زباله بر و زباله جمع کن و تفکیک زباله. و شهرداری این جمهوری اسلامی از دوره همین قالیباف جنایتکار که حالا تبدیل شده به رئیس مجلس حکومتی و وعده داد که بیاد برای ادامه خرابکاری ها کاندید ریاست جمهوری حکومتی هم بشود، و همه اینها مردم ایران رو به این فقر، فلاکت و گرفتاری دچار کرد. در کنار این گندکاری ها میبینیم که انقدر فشار روی خانواده زندانیان سیاسی، خود زندانیان سیاسی، پخش اخبار این که مثلا میخواهیم امیر حسین مرادی رو اعدام بکنیم و یارانی مثل او، دلاورانی که جوانان ایران زمین هستند، کاوه های امروز ایران هستند، مزدک های امروز ایران هستند، بابک خرمدین های امروز ایران هستند، و به خصوص پس از جنبش سبز و حتی پس از جنبش دانشجویی سال 78 18 تیر تا به امروز این جوانان نسل به نسل به صف اول این مبارزات آمدن و تبدیل شدن به نیروهایی که به هیچ وجه نه تنها رژیم اسلامی که حتی اندیشه های اشغالگر اسلامی رو دیگه قبول ندارن. و این یه واقعیتی در درون ایران اگر کسانی پایگاه داشته باشن، گفتگو بکنن، با جوانان دستشون تو هم باشه، با افراد طبقه کارگر و زحمتکش همراهی داشته باشند، میبینند و میشنوند که باور کنید بیش از 85% از نسل زیر 40 ساله ایران دیگر نه به این دین و نه به این آیین و به هیچ چیزی از این اشغالگری 1442 ساله باور ندارند و به سوی
ایرانگرایی و پیمان نوینی که خودشون با خودشون دارن میبندن، همونطوری که شاهزاده رضا پهلوی هم به درستی در پیام خودش اشاره کرد که این پیمان بستن ایرانیان با هم و حمایت از کاوه های ایران و رهبران میدانی که طبقه کارگر، زحمتکشان، دانشجویان، کشاورزان و همه اون نیروهای اصلی که در صف میدانی مبارزه هستند رو متشکل کردند و به این تشکلگرایی ادامه میدن در سندیکاها و در انجمنهای محلی، هسته های مخفی و شوراهای شهر و ده و روستا و ایجاد هماهنگی و ارتباط بین اونها تا به اون اعتصابات سراسری و پیوندش با اعتراضات سراسری برسیم، این نقش رهبران میدانی، این نقش کسانی که سازمانده هستند چه در خارج کشور و چه در داخل کشور، به خصوص کسانی که در زندان ها هستند که امثال همین امیر حسین مرادی ها در جزء این یاران ما هستند، ابراهیم فیروزی هایی که نوکش مسیحی در دادسرای راسک او رو اظهار می کنند، امیر حسین مرادی که پدرش رو زیر فشار روانی به خودکشی وادار می کنند و بعد خانوادهش رو تهدید میکنن که اگر اطلاع رسانی بکنین علم میکنیم و بل میکنیم و جنایت رو ادامه میدیم، که این تبعیض رژیم اسلامی همیشه در حال جنایتکاری و تهدید و زندان و کشتار هست. و یا پیام شجاعانه سهیلا حجاب، این زندانی سیاسی که میگوید ما هم به این پیمان نوین میپیوندیم از درون زندان برای اتحاد و همبستگی همه نیروهای برانداز، آزادیخواه، دموکراسیخواه، که دیگه هیچ توجهی به پایه این که آقا پادشاهی خواهی، جمهوری خواهی، و یا اینکه حتی میبینیم خود شاهزاده در پیامش اشاره کرد که آقا جان بنده به هیچ حکومت فردی و گروهی خاص اعتقادی ندارم و یگانه راه در همبستگی همگانی مردم ایران هست و یک سیستم محوری و خرد جمعی به جای فرد محوری و یک سیستم گروه گرایی. و همچنین این شجاعت ها رو که ما از این دلاوران میبینیم که فایل های صوتی میدن بیرون، سخن خودشون رو درون زندان ها به بیرون میفرستند، و کسانی مثل آقای نوریزاد که الان ملاقات هم یا نمیدن یا نمیره و چون پیام های صوتیش رو همسر گرامی ایشون منتشر میکنه و همسر گرامی ایشون رو زیر تهدید و فشار میبرند، پسر آقای نوریزاد رو به 3.5 سال زندان، یک جوانی که اصلا فعالیت سیاسی نکرده و هرگز در هیچ تظاهرات و حتی همراه پدرش در هیچ نشستی نبوده میبرن، و خانم ملکی این همسر دلاور آقای نوریزاد رو زیر این فشارها قرار میدن و اون زن شجاعانه پیامی منتشر میکنه که در کنار همسرم ایستاده ایم و آماده به زندان رفتن و شکنجه شده ها هستیم، مثل این زنان دلاور دیگر، خانم نرگس منصوری، شهلای انتصاری، خانم سپهری دلاور و سایر یاران 14 امضای زنان و بقیه 14 امضایی که مثل آقای جعفری، واحدیان و آقای سپهری و بقیه که در زندانها ایستادن مقاومت میکنند و رژیم رو در شهرستانهای مختلف از تهران و زندان اوین و زندان فشاپویه بگیریم تا بریم به زندانهای شهرستانها، وکیل‌آباد، اهواز، زندان ارومیه و دیگر زندانهای ایران مثل ارژنگ داوودی دلاور، این دلاور بختیاری که الان 16 سال زندانش رو داره در زندان زابل که بیخبری ملوه الان از رو بیشه از 9 ماه 10 ماه که پاهای او رو هم شکستن، به انفرادی بردن، صدای او رو دیگه نمیذارن پخش بشه و نمیذارن از تلفن استفاده بکنه و بیخبریم از این دلاور. و این معلم راستین که از پیشگامان جنبش معلمان هست، از 16 سال پیش که به زندان آمد و هنوز صدای او اسماعیل عبدی ها و محمد حبیبی ها و دیگر معلمان دلاور رو به میدان مبارزه راند، او هم به عنوان نمایندگان کانون های صنفی در صنفی مستقل، شورای صنفی مستقل نه حکومتی که زیر نظر وزارت کشور رژیم و کمیسیون ماده 10 احزاب رژیم کار کنند، نه کسانی که مستقلا مثل اسماعیل عبدی گفت ما سندیکای معلمان
باید داشته باشیم و فعالیت خودشون رو فعالیت سندیکایی میدونن و همسران دلاور این نازنینان گاه بالاخره با گذاشتن پیام، عکس، فیلم در اینستاگرام و یاد کردن از مبارزات همسرانشون و دفاع از آرمانهای اونها نمیذارن این صداها خاموش بشه. همچنین که همسر جعفر عظیمزاده، اکرم خانم دلاور هم کماکان با فرزندانش، پسرانش در سنگر دفاع از جعفر عظیمزاده، دیگر کارگر زندانی و اتحادیه گرا و آزادی خواه ایستاده و نام اینها رو میاریم که این رهبران میدانی فراموش نشن و حمایت از اونها به عهده همه مبارزین، همه رسانه ها و همه شبکه های دموکراسی خواه، آزادی خواه و از همه مهمتر ایران دوست است که اگر ایران بماند همه نتایج مبارزات ما هم میماند. همون چیزی که مادران دادخواه، مادران ستم دیده دادخواه میگویند همیشه که اگر ما مادریم، ایران مادر بزرگ همه ماست و حفظ ایران یعنی برکناری رژیم اسلامی. چو ایران مباشد تن من مبا. فردوسی درس ها رو به ما داده از 1000 سال پیش. در همین رابطه جدیداً یک پرونده سازی و تفهیم اتهام جدیدی هم به آقای رضا محمد حسینی، زندانی سیاسی دیگه ای ما زدن، چرا که ایشون هم در سنگر مقاومت ایستاده و از درون زندان کوتاه نمیاد و از حقوق مردم ایران دفاع میکنه. اصولاً زندانیان سیاسی کسانی که مثل ما سالهای سال از زندانگی خودشون در زندانها گذشت، خانوادهشون آسیب دیدن، آواره شدن به ناحق و در شرایط کماکان میشه بگیم تبعید و پناهندگی و پناهجویی به نسبت شرایطی که دارند هنوز تحت فشار هست و زندگیشون و این مبارزهی که ادامه دادند فقط در راه دفاع از حقوق مردم و کشورشون بوده و چیزی برای خودشون نخواستن. اگر که میخواستن بسیاری از امکانات و رژیم حاضر هست به افرادی همچون ما بده و میداد که ساکت بشیم و با طبقه کارگر، با سندیکا، با زحمت کشان، با جنبش های آزادی بخش ایران، با حقوق زنان ایران و با حقوق مردمان ایران کاری نداشته باشیم. به هر حال زندانیان سیاسی همون رهبران میدانی هستند که باید مورد حمایت همه قرار بگیرن بدون توجه به نوع فکرشون، اندیشهشون، ایدئولوژیشون و یا گروه ها و سازمان هایی که به اونها علاقه و یا شاید وابستگی داشته باشن. بر این تفرقه هم ما بایستی هرچه زودتر غلبه کنیم. یکی از بخشای خبری ما که همیشه قدرتمند هست ادامه مبارزات کارگران هست که همین هفته دوباره تجمع اعتراضی کارگران بخش خدمات شرکت پتروشیمی اروند برای انعقاد قراردادهای جمعی و رسیدن پای حقوق اونها به خط فقر 14-15 میلیون تومانی که دلاری که الان از 30,000 تومان هم تقریبا داره میگذرد و بعضی جاها اعلام میشه گذشته است، با دستمزد 2 میلیون تومان و 2 میلیون و 200,000 تومان و 1 میلیون تومان و 1.5 میلیون تومان دردی و دوا نمیکنه و این اعتراضات به حق هست و رژیم که همه کالاها رو گرون کرده و بخشی از کالاها رو هم در مناطق مرزی با قیمت دلار، عواملش و دلالهاش و برخی افراد سودجو دارن به اصطلاح دلالهای عراقی و بازرگانهای افغانی میفروشن، میخواهند در ایران یک قحطی سراسری هم به وجود بیاورن و این اعتصابات و اعتراضات کارگری یکی از سنگرهای اصلی به زیر کشیدن رژیم و تغییر وضعیت در ایران هست. اینقدر سطح مبارزه گسترده شده که هر روز نام یک دلاور جدیدی به دیگر مبارزان درون زندان داره اضافه میشه. نامه فعال مدنی خانم نرگس ادیب هم از زندان اوین به بیرون آمد با تیتر به نام خداوندی که آزادی را آفرید و دفاع از حقوق مردم ایستاده است.
همچنین ممنوع الملاقات کردن و محروم از تماس کردن و انتقال سهیل عربی، این فرزند طبقه کارگر و مدافع کارگران ایران، در زندان اوین که به زندان فشاپویه بردن سهیل رو، بعد به زندان رجای شهر بردن و در زندان رجای شهر هم به سلول انفرادی بردن تا صدای او به دلیل افشاگری هایی که درون زندان میکنه و حمایت هایی که از مبارزات بیرون زندان میکنه شنیده نشه. همچنین رنجنامه پدر نرگس محمدی منتشر میشه که میگوید دست از آزار و اذیت دخترم بردارید، و نرگس محمدی دلیرانه به عنوان که رهبران زنان ایران، جنبش کارگری ایران، جنبش براندازی ایران، جنبش آزادی خواهی ایران، در زندان زنجان که تبعید شده به دفاع از مبارزات مردم ایستاده. در مقابل میشه بگیم آشغال‌های حکومتی مثل آمن سادات ذبیح‌پور که به نوعی دو شغله هستند و در مرز نابودی مردم ایران و اونها هم باید شناخته بشن و هر روز دیده بشن. کانون نویسندگان ایران هم درباره سه نویسنده زندانی دلاور بیانیه صادر کرده که چون وقت برنامه ما رو به اتمام هست من نمیتونم اون بیانیه رو بخونم، فقط اشاره به این نام ها میکنیم و به این دلاورانی که در سایت خبرگر هم میهنان میتونن ببینن. نامه هم داریم که منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری کجاست و همچنین مادر دلاور او کجاست، و اینکه در حمایت از زندانیان سیاسی به خصوص در حمایت از خانم آقای نوریزاد بایستی که یک بسیج عمومی میشه، چرا که اطلاعاتی و پیام تلفنی دادن که این خانم رو میخواهند به زندان ببرن و به نوعی آدم ربایی کنن. انتهای برنامه هستیم. خواهش میکنم به قسمت دونیشن سایت خبرگر برید و از طریق دونیشن سایت خبرگر و پیپل و شماره حسابایی که اونجا داده شده مبارزات شبکه خبرگر، سایت خبرگر و برنامه‌های تلویزیونی که من به نمایندگی از ستم دیدگان دادخواه ایران اجرا میکنم رو مورد حمایت قرار بدید که این صدا یک صدای مستقل، کارگری، آزادی خواه، مدافع زنان و مردان ایران زمین و زندانیان سیاسی هست خاموش نشه و یه گوشه از صدای بی صدایان تماکان ادامه پیدا بکنه. مثل همیشه شما رو به اتحاد برای مبارزه و رسیدن به پیروزی با دست‌های پاک ستم دیدگان دادخواه که دستشون به خون و پول مردم ایران آلوده نیست، مثل دست های عوامل رژیم که به خون و سرمایه های مردم ایران آلوده است، شما رو به هفته پر از پیکار آزادی بخش و شادی درونی دعوت می کنم. بدرود.